ټيفا یا د افغانستان د رڼو ټاکنو بنسټ وايي دوی غوښتل د ټاکنو اړوند ځینې رازونه افشا کړي خو وګواښل شوي دي. د دغه بنسټ مشر نعیم ایوبزاده چهارشنبه په خبري غونډه کې د خبرو پر مهال وویل د رایو د بیا شمېرنې پروسه هم له لاسوهنو او ستونزو ډکه وه. د ده په خبره د ټاکنو په برخه کې تر ټولو ستره ستونزه د کمیسیون د غړو ترمنځ اختلافات دي او دې مسلې ټاکنیز بهیر ګډوډ کړی دی. بعد از روز انتخابات که میخواستیم یک سلسله افشاگری ها داشته باشیم مورد تهدید هم قرار گرفتیم، ولی باز هم تلاشی بود که مردم در جریان قرار بگیره، به خاطری که امروز افغانستان در یک وضعیت بسیار اساس تاریخی قرار داره و همگی به طرف ناامیدی روان است. متاسفانه شما میبینید که وضعیت حاکم انتخاباتی تاثیرگذار بوده بالای امنیت افغانستان، تاثیرگذار بوده بالای اقتصاد افغانستان. ایوب زاده زیاته کړې په کمیسیون کې دننه یو شمېر څېرې د تخنیکي ستونزو په پلمه خپلې شخصي ګټې پالي. نعیم ایوب زاده وایي په کمیسیون کې ځینې کسان په لوی لاس د ستونزې په حل کې هڅه نه کوي، چې لامل یې ښایي یا شخصي ګټې وي او یا هم د کوم لوري تر فشار لاندې وي. مشکل افرادی است که بر مبنای منافع خودش مسئله تخنیکی را پیش میکنه و بحث تخنیکی را به چالش میکشانه و ما هنوز کمیسیون های ما در اون ظرفیت نرسیده که همین ضعف های خود را بپذیرن. ما این را خوب میفهمیم، درک میکنیم اشتباهات تخنیکی صورت گرفته هم در روز انتخابات و همچنان در روز بعد از انتخابات. جلسه تخنیکی و حقوقی توسط سازمان ملل با حضور تمامی شرکای انتخاباتی، هم از کمیسیون های انتخاباتی، نمایندگان تکت های انتخاباتی، نهادهای ناظر بر انتخابات و احزاب سیاسی که به صورت زنده از رسانه ها پخش شود برگزار شود تا رای حل قانونی و مسالمت آمیز برای رفع چالش های کنونی و قناعت طرف های دخیل فراهم شود. دو، کمیسیون های انتخاباتی مکلفیت های قانونی خود را درک کرده و به دور از هر نوع گرایشات حزبی، سمتی، زبانی و قومی عمل کرده و نتیجه آرای واقعی مردم که دارای مشخصات بایومتریکی یعنی نشان انگشت، عکس چهره، کاپی تذکره، QR کد و استیکر می باشد را هر چه زودتر اعلام بکند. نوموړي د غراز ویلي چې د ټاکنو اوسنی وضعیت او روان نامعلوم حالت به افغانستان د تاوتریخوالي لور ته بوزي، او په خبره یې که د ټاکنو کمیسیون د ستونزو په حل بریالی نه شي نو د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون به هم له ګڼو ستونزو سره مخ شي. د ټاکنو کمیسیونو د ټيفا د دې ادعا په اړه تر اوسه رسنیو ته څه نه دي ویلي.